مجتمع پرورش میگوی گواتر در شهرستان دشتیاری تنها مجتمع پرورش میگو در بلوچستان است که مساحت کل آن 4000 هکتار و سطح مفید آن 2800 هکتار است که بیش از 1800 هکتار آن استخرسازی شده است. از سال 78 به بهره برداری رسیده، بعد از طوفان‌های مختلف و مریضی واتسپاد از حوزه انتفاع خارج شد. در یک دو سال الحمدلله با اعتباراتی که برای دولت محترم در اختیار قرار دادند کاملا بازسازی شده به غیر از بر. در این یک سالی که به هر حال در دولت مردمی جناب آقای رئیسی در واقع بودیم، سایت به لحاظ در واقع سطح تقریبا 40% رشد داشته، به لحاظ در واقع افزایش تولید 70% نسبت به سالهای قبل رشد داشته. تولید امسال ما انشالله بیش از 2000 تن بوده. با هماهنگی ارگانهای مختلف از جمله شیلات و دامپزشکی و تحقیقات و همت خود پرورشدهنده ها، خب بخش اعظمی از این سایت خوشبختانه زیر کش رفته و در حال حاضر در سال جاری حدود بیش از 870 هکتار سطح زیر کش و پیش بینی هم میشه تا پایان برداشت که امروز ها تقریبا دوره اتمام برداشت هم هست تا مرز 2000 تن برداشت داشته باشه. میشه گفت بیش از 90% میگوی تولیدی اینجا صادراتیه، یعنی در سطح کشور هم هست. خدمتتون عرض کنم عمدتا کشور چین و حوزه خلیج فارس، آسیا جنوب شرقی و حتی بازار روسیه رو پوشش میدم. خب یه بخشش برمیگرده به اشتغال. چند نفر اشتغال داریم؟ ببینید بر اساس سطح زیر کشی اینجا بیش از 800 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم حدودا 1600 نفر اشتغال میتونه ایجاد کنه. آبزی پروری با مقوله پرورش ماهی در دنیا شروع شده و بعداً سوق داده شده به آبزیان دریایی و آبزی دریایی شاخص در پرورش میگو هست که در دنیا بالغ بر 6 میلیون تن و در کشور بر اساس آخرین آمار به 58000 تن رسیده. خب میگو یک محصول زود بازده کشت آبورزی، یعنی کشاورزی در آب دریا هست که هیچ کشاورزی دیگه باهاش متصور نیست و یک منبع پروتئینی از در گروه پروتئین های سفید، منبع پروتئینی بسیار با ارزشی هست که در کوتاه‌ترین زمان در کمتر از 120 روز این محصول به بازار میرسه. با منبع غنی از پروتئین و مواد معدنی به خصوص فسفر که یکی از منبع مواد معدنی ضروری برای بدن هست و اگر شنیده باشید در تقویت حافظه تاکید میشه که میگو مصرف بشه برای کودکان در سبد غذایی خانوارها قرار بگیره و همینطور در سبد غذایی مادران باردار که ما بتونیم انشالله در آینده کودکانی با توانایی ذهنی و بهره هوشی بهتری داشته باشیم با استفاده از این منبع غذایی. نکته مهمی که باید عرض کنم اینه که پرورش میگو در حوزه سواحل مکران به خاطر اتصال این سواحل به آب‌های اقیانوسی هم در کشور هم در دنیا به عنوان یک غذای ارگانیک میتونیم ما معرفی کنیم، چون در منبعی هستیم که هنوز در معرض توسعه صنعتی قرار نگرفته و از طرفی اتصال به آب‌های آزاد داریم که با آب تمیز و عاری از آلودگی این پرورش انجام میشه و عاری از هر گونه استفاده از مواد شیمیایی و آنتیبیوتیک در طول دوره پرورش است و انشاءالله این نوید به مردم استان و کشور و در آینده به بازارهای خارجی که ما بتونیم در سواحل مکران این مجتمعی که امروز شما دیدید مجتمعهای بیشتری را شاهد باشیم که افزایش تولید را رقم بزنیم که هم در امنیت غذایی از منظر پدافند غیر عاملی و هم در سلامت اشتغال و ارزآوری برای منطقه انشاءالله خبرهای خوش برای شما داشته باشیم. بازین بیکار می اوتی روستا چی نوبندیان بیکارا بیاین تی کار شرری کار آسانی کار هر کس تون تی کارا بکنا فان خدمتی لوٹی نندگی چیزی شرات میاین بیاین تی دوما سایما که میگو کار استی بیاین تی کارا بکنا چند شیفت کاره ما یه شرکتا یا شیفتی کاره او
چند نفر الان کلا چند نفر الان کلا فکر کنم دوربر 50 نفر بنده پیشبینی می شود بیش از 2000 تن میگو از این مشتبه امسال برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شود منصور کریم دادی پایگاه اطلاع رسانی معیار جهانی